نگاه میکنیم یه دختر 27 ساله 25 ساله یک زنی که وقتی نسیم در موهای او به اون میگوید تو از خانواده ای هستی که باید وقتی میگوید کسی فرزندم به توی افتخار برگردید من به شما و او میدانیم که نه اینطور نیست سبدش خالی است سبدش خالی است تو برای برحال برای اینکه بشکافیم جناب احسانی اگر بخواید بشکافیم آن چالشگری شما رو در نقد متون در جزم میگن در طرد جزمیت و دوگمایی که ایجاد شده به خاطر تداول و آنچه که استمرار طلبی بوده و اینی که سانسور شخصی نامیده شده و رهبرانی که برحال رهبر نما بودن و افرادی که در سطح جامعه قرار گرفته بودن که از نظریه های سیاسی نه فقط که آشنایی نداشتن بلکه به عنوان یک دیپ استیت عمل می کردن یعنی یک دولت در سایه عمل می کردن که همه رو به بازی گرفته بودن آن افرادی که می بایست پارسا باشن و جامعه و پیشوایی آن جامعه رو به عهده داشته باشند در اصل در دست این سیاسیون بودند که خطابه اونها رو حتی می نوشتند در مقابل شاهنشاه آریامر چگونه مسائل رو بیان بکنند و مرور می کردن قبل از اینکه بیان این مسائل رو بیان بحث و گفتگو بکنند. ما با یک فقر فرهنگی روبرو بودیم نه فقط در 1400 ساله چه از دوران قاجاری گرفته صفوی گرفته که سخت‌تر شد و جهودی کشی و جهودی کشی و اینی که به هر حال به یغما بردن آنچه که داشتن همینطور که در کتاب پروفسور دانیل صدیق آمده که جدن گفتم از سر کرنش و بوسه به پیشانی ایشون میزنم با کار بزرگی که انجام نظر پژوهش‌هایی که داشتن ما به این برایند میرسیم که آنچه که بر یهودیان ایرانی گذشت فقط اسلام زدگی نبود بلکه آنها وارد یک جرگه هایی از آیین عیسوی شدند یعنی افرادی که ما در حال حاضر ممکنه ببینیم که فکر میکنیم افرادی فرهیخته‌ای هستند دوری از زندگی 80 85 ساله و 100 ساله اخیر رو شما نگاه بکنین اینها ممکنه در مدارس ارامنه حتی آمدند و تحصیل کردند میشه گفت قسمتی از این افرادی که امروز ما ببینیم سنین 80-85 رو دارن در نور و صداقت تحصیل کردند. گونه دیگر آمدند در گنج دانش و در آلیانس که برها رفرم بوده آمدند و تحصیل کردند. قبل از این که یعنی ما به دورانی از روشنگری برسیم روشنفکری برسیم تحصیلات عالی برسیم بینی که وارد یک جرگه از دیگر تحصیلات یعنی همتراز باشن با افراد دیگری که در اروپا بودن یکایی که این افراد مثلا شما در نظر بگیرید جناب هاخام یوشوا نتنلی فردی بود که ایشون رو به زور آوردن در صدر مدارس گنج و دانش و اوتاراتورا قرار بگیره در ایران و موفق شدن در شیراز نه فقط در شیراز بلکه در یکایی که مجامع و شهرستان ایران از سنندج گرفته خانم حکیمی بودن و جناب اساقیان که آلیانس رو به عهده داشتن مدرسه آلیانس رو به عهده داشتن که کتابی رو در حال حاضر پروفسور گوئل کوهن در آوردن در این پژوهش هایی که در حال حاضر این فرهیختگان این بزرگان و این ایران سازان در این سده اخیر آمدن و انجام دادن به زبان پارسی در آوردن در حال کتابی در دست تهیه است در عباره هاخام نتنلی یوشوا نتنلی که صحبت از به هر حال بیوگرافی ایشون و خاطرات ایشون هستش که در سالهای متمادی که از نظر روشنگری یهودیت با توده‌ای ها و دست چپی ها که ایشون رو به عنوان فردی از جوینت می‌خواندن مقابله می‌کردن از طرف دیگه روشنگری داشتن با تسلط بکنن به 6-7 زبان که بتونن یهودیت رو بتونن اونطوری که باید شایده بیان و بیان بکنن از طرف دیگه ما باید آشنایی داشته باشیم با اینه که آنچه که بر
یهودیان ایرانی گذشت، چه از نظر اینی که به خاطر شیعه‌گری، اسلام زدگی و اون آنچه که آنان رو نجس می‌خواندن به عنوان یک سگ خطاب می‌کردند، می‌بخشند یهودیان به اهل زمه که خوانده می‌شدن، به اهل کتاب خوانده می‌شدن، حتی در محله‌های خودشون، از محله‌های خودشون در روزهای بارانی نمی‌تونستن خارج بشن، تا این اندازه که در دوران قجری قبل از دوران پهلوی به این گونه می‌زیستن. با وجود این موفق شدن دانشورانی و شاعرانی و نویسندگانی، دیوان شاهین و عمرانی و بابای لطف و یکایک بزرگان یهود رو بتونن به رشته تحریر برارن به صورت شعر و به عنوان دیوان، با تعامل و تأثیرگذاری از آنچه که در یک فرهنگی در ایران 2700 سال در کنار آنان میزیستن. و از طرف دیگه ما باید آشنایی داشته باشیم با آنچه که بر یهودیان از نقطه نظر آنچه که داشتن و اینی که گرویدن به خانقاه ها، و همینطور میشه گفت وقتی که افرادی که آمدن اونها را نجس میپنداشتند، سعی بر این داشتن که بیان نزدیک بشن دان به یک لحظه من جمله را به پایان برسونم. دلم به بیمیست سونه یه مقدر، اگر نگم جیگرم بیشتر از این سخته میشه. آری من سگم، چون در چشم سگم وفاداری دیدم، که کاش در تویی که همخیز منی کمی از آن میبود. بفرمایید بزرگ. در حال یهودیان ایرانی دوره ای، بله یهودیان ایرانی دوره از تصوف رو گذروندن و آنچه که تحت تاثیر آنچه که در اون موقع حالا ما بهش میگیم صوفیگری و آنی که تصوف و عرفان ایرانی و اینی که موفق شدن آمیختگی داشته باشن از نقطه نظر کابالا و عرفان یهود و اندرز پدران و آنچه که در تلمود آمده که گنجینه 1400 ساله 1500 ساله که به رشته تحریر در آمده بوده قبل از اینکه اسلام اصلا روی کار بیاد، اینها گرویدن به تصوف، گرویدن به عرفان ایرانی و آشنایی پیدا کردن با انصاری، نظامی و غیره که بتونن آمیخته بکنند آنچه که تمدن ایرانی، هند و اروپایی و ایرانی و یهودی رو در کنار یکدیگر قرار بدن و به رشته تحریر در بیارن. همینطور یهودیان ایرانی یک دوره از بهاییگری رو گذروندن که اینا تحت سیطره بهاییگری قرار گرفته بودند که برای اینکه بتونن از اون اهل ذمه بودن دوران قجری و اینی که لطمه‌ای که خورده بودن، اون سرمایه انسانی و ذهنیت اونها و اینی که آمده بودن پاره پاره کرده بودن، شکافته بودن، به آتش کشیده بودن کتب یهود ایران رو، آمده بودن و جهودکشی کرده بودن و حاخامیم و بزرگان یهود رو و افرادی که متمول بودن رو می آمدن و می کشتن و ما افرادی رو داشتیم آنطور که آنوسی های مشهدی خوانده می شوند که در حال در گریت نک به سر می برند، افرادی بکنن 1839 به زور بل اجبار جدید الاسلام شدن. افرادی رو ما داشتیم در اصفهان آمدن اونها رو جهود کشی کردن در دوران قجری و فرار کردند و همینطور در دوران صفوی و غیره فرار کردند و آمدند به ایالت‌های دیگه که از همدان باشه و غیره. یعنی که از نظر توپوگرافی در ایران به گونه‌ای بود هر یکی از اینها یک گنجینه از نیاکان خودشون دارن، یهودیان سنندجی و کرد یهود ایرانی و همینطور توی سرکان گرفته، همینطور اکباتان و همدان گرفته، همینطور ملایر گرفته، همینطور شیراز گرفته، اصفهان گرفته و تهرانی ها رو که اونها رو سرچالی میخوندن، دقت میکنین، بعد موفق شدن نظارگر نباشن بلکه وارد یک جریانی بشن مثل حبیب لوی که اقتصاد منسوجات ایران و پلاسکو ایران رو به عنوان یک خودکفایی ایجاد بکنه در خاورمیانه که تحت تاثیر قرار بده خاورمیانه رو
پلاسکو رو، سرامیک سازی رو، شرکت ها و کمپانی های بین المللی رو ایجاد کردن در آنچه که ما در دوران پهلوی داشتیم که شعار نبود، بلکه ایران سازی بود. بی خود نیست که الان فرزندان